بسیار خوب. حالا ببینیم قسمت ورد، ام اس ورد و ورد آپشنز، این تنظیمات. ببینید سمت چپ پاپیولر داریم، یعنی چیزایی که کلی و مشهور و معروفن. دیسپلی برای نمایش تو صفحه داریم میبینیم. پروفینگ برای کات و کپی و پیست و نمیدونم دیکته و اینها. سیو بحث ذخیره کردن، تنظیمات. ادوانس بحثای کلی پیشرفت خیلی مهم. کاستمایز تنظیمات همون صفحاتی که داریم توی اینجا، اینا رو تنظیمات این بحثا. من این از حالت زم در بیارم پریپر از حالت فاینال. خب بعد از زم بزرگ شما که یه سری هم که اضافه است که کاری باهاش نداریم. اول بریم سراغ پاپیولر. قسمت پاپیولر شو مینی تول بار آن سلکشن، یعنی میگه که وقتی یه چیزی رو انتخاب میکنی مینی تول بار رو نشون بده. اگه اذیتت میکنه نمیخوای مینی تول بار وقتی یه چیزی رو انتخاب میکنی نشون نده، بیا اینجا و ورد آپشن مینی تول بار رو وردار. اون وقت نگاه کن وقتی انتخاب میکنی مینی تول باری وجود نداره، که بهتره باشه. باشه بهتره مینی تول بار. enable life review. اگه یادتون باشه شما یه چیزی رو انتخاب میکردید، عکسی رو، بعد میمدی تغییرش میدادی، ببینید به صورت زنده نشون میداد. خب ضررش چیه؟ که یه مقدار شاید کامپیوترت ضعیف باشه طول بکشه لایف پریویو. یا یه متن انتخاب میکردی رنگش رو میخواستی انتخاب کنی، رنگش رو عوض کنی، نشون میداد به صورت زنده. اگه دوست نداری این کارو یا اگه نشون نمیده، احتمالا اومدی اینجا چیکار کردی؟ تیکش رو برداشتی. ببین الان من متن انتخاب کنم دیگه نشون نمیده، عکس انتخاب کنم دیگه نشون نمیده چه تغییری میکنه، مگه اینکه عکس رو انتخاب کنم بعد تغییرش رو به جا بذارم. که پس بهتر فعال باشه. شو دیولوپر تب این ریبن. دیولوپر تب یه تبیه اینا، دیولوپر تب، که باعث میشه ماکرو و یه سری گزینه‌های اضافه برای ضبط کردن ماکرو اینا، ویژوال بیسیک، برنامه نویسی اینا، اونایی که یا فرمول نویسی، کنترل ها، دگمای کنترلی ویو اینا رو ببینیم، که معمولا زیاد به درد نمیخوره، ولی اونایی که پاش کار دارن، سر کار دارن، چیکار کنن؟ میتونن این گزینه رو مثل گزینه های میلینگ و نمیدونم این هومینا چیکار کنن اینجا داشته باشن، که من به دردم نمیخوره میرم این تیکو ور میدارم. Always clear, use clear type، همیشه برای clear type رو نشون بده. البته این تیکو ور دارید خودش پیام میده، میگه شما باید ریستارت کنید و تاثیر میذاره تو همه برنامه ها، که توصیه نمی کنم، به دردم نمیخوره که تیکشو بردارید. خب اینم از قسمت ورد آپشن، قسمت پاپیولر. اما اوپن ایمیل اتچمنت، که اگر ایمیلی چیزی برزن بزرگ شما که داشته باشید، اونو به صورت چیه؟ فول اسکرین ریدینگ برای شما چیکار میکنه؟ باز میکنه، که باز کنید، ما زیاد کاری نداریم. این الان کالر ما چیه؟ آبیه. میدید این صفحه آبیه، شما میتونید این صفحات منو رو چیکار کنید؟ بلک، سیاه ببینید. ببینید سیاه شد رنگتون، رنگ زمینه کادرتون، حالا با توجه به حساسیت گالا داره. سیلور اصلا به صورت نقره‌ای ببینید صورت رو، ولی رنگ قشنگش همون رنگ بلو آبیه. اسکرین تیپ اینا هستم. ببینید وقتی نگه می‌دارم یه چیزی رو انتخاب می‌کنم چیکار می‌کنه؟ تنظیمات رو نشون میده. مثلا کنترل ایکس میگه کات، این کنترل سی کپی. حالا اگر می‌خواید اینو می‌تونید چیکار کنید؟ بگی که dont show اسکرین تیپ، اصلا اسکرین تیپ رو نشون نده. بیا نگه می‌دارم هیچ چی نشون نمیده، حالتهای مختلف داره. میتونی بگی که آپشن تنظیماتش رو نشون نده، بهتره که شو فیچر اینا رو هم نشون بده. پرسنالایز شخصی، اینجا میتونید اسمتون رو بریزید تو پراپرتی همه فایلا بیاد. اکبر ظهیری، حتی میتونم فارسیش کنم، بنویسم اکبر ظهیری. خب ای زد، حالا هرچی هست، این به چه درد میخوره؟ موقعی که ارزم بزرگ شما که شما ازش پراپرتی میگیرید، اینو الان من ذخیرش کنم، سیوش کنم، یه نفر بیاد اینجا از این پراپرتی بگیره، فردا این قسمت سامری، این قسمت میتونه چیکار کنه؟ ذخیره میشه به اسم اوسر اکبر ظهیری، یا اصلا خودش همینجا، خودمون گزینه یاد دادیم که پرپر آماده کردم پراپرتی وضعیت اینا سامری اینجا چیکار میکنه؟ بعد از اینکه ببندم خارج بشم اکبر ظهیری چیه؟ فعال میشه اکبر ظهیری. خب من میبندم،
Word Options، Username اکبر زهیری. Language Setting، تنظیمات زبانه که شما قبلا گفتیم فارسی رو انتخاب، اگه فارسی رو انتخاب نکردید بیایید اینجا فارسی رو انتخاب کنید، اد کنید. اما اگه یه زبان مزخرفی رو انتخاب کردید اذیتتون میکنه، انتخاب کنید و ریمووش کنید، که ما الان دو تا زبان انگلیسی و فارسی انتخاب کرده که تنظیم داره. این هم قسمت پاپیولر. اما قسمت دیسپلی،